در ادامه برنامه قرار داریم و امیدوار هستم که تا این دم وقت بر شما خوش گذشته باشه. ما میزبان جناب دکتر صاحب عبدالتیم جودا هستیم که در مورد سردردی ها صحبت میکنه. یکی از مواردی که همیشه آزاردهنده است نزد بعضی های ما این است که گاهی در وقت خوشی یا گاهی در وقت استرس و ناراحتی ناگهان مبتلای به سردردی میشیم و این بی‌نهایت آزاردهنده است. امروز جناب دکتر صاحب عبدالتیم جودا، استاد دانشگاه و متخصص داخله، با ما همراه است و در این مورد با ما صحبت میکنه. پس ما را دنبال کنید. سلام، صبحتان بخیر دکتر صاحب، خوش آمدین. انشالله که روز خوبی را آغاز کرده باشین و عید گذشته تان همچنان تبریک باشه. قربانتان، صبح شما تبریک و از تمام دستاندارکارای با زحمت تلویزیون یک تبریک و از طریق درش تلویزیون شما یک صبح بخیری با تمام مردم افغانستان دارم. امیدوار هستم که لباس عافیت به تن داشته باشید. سلامت باشید. ما همچنان آرزو رو بر شما داریم. دکتر صاحب، در اول اگر بر ما از اینجا آغاز کنیم که سردردی چیست و کدام نوع سردردی ما داریم؟ یعنی چند نوع سردردی نزد افراد ایجاد میشه تا که تشخیص داده بتانیم که سردردی ما از چه نوعی میباشه؟ بله. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سردردی ها در مجموع یک مرض ما گفته نمیتونم. سردردی را یک عرض است که هر نوع مشکلات، چی مرضی باشه، پروسه باکتریال باشه، چی غیر باکتریال باشه، یکی از عرض یا علائمش سردردی است. سردردی خودش در ذات خود یک عرض است که فکر نکنم تو انسان وجود نداشته باشه که طول عمر خود بدون سردردی سپری کرده باشم. و سردردی ها انواع و اقسام مختلف داره، بسیار زیاد است که انشاءالله سر انواعش باز میرسیم میگیم. و هر گونه دردی که در ناحیه جمجمه و خلف یا قسمت پشت سر جوف اوربیت یا خود کاسه چشم به وجود میه، این ما برش سردردی اطلاق کرده میتونیم. چند نوع سردردی داریم دکتر صاحب؟ سردردی ها در مجموع تعدادشون بسیار زیاد است که چند بخش که فیصدی بسیار زیاد را به خود اختصاص میده ما یادآور میشیم. در قدم اول سردردی هایی را که به خود اختصاص دادن، سردردی های سینوزیتی است که از باعث امراض سینوزیت به وجود میاد. یعنی التهاب و عفونت خود سینوس ها باعث سردردی میشن. دوم سردردی هایی که از باعث ضعیف بودن خود نمره چشم و یا هم خود کره عین به وجود میاد. سوم سردردی هایی که از باعث هایپرتنشن یا فرط فشار خون یا فشار خون بالا به وجود میاد. چهارم سردردی هایی که از باعث امراض باکتری و امراض ویروسی به وجود میاد، مثل سرماخوردگی، نمونیا و یا هم سینه و بغل و یا هم متبقی امراض فشار خون، امراض تنفسی و متبقی امراض باکتریال. و دوم سردردی های، چهارم سردردی های خوشه‌ای است، یعنی به شکل دانه دانه، به شکل نقطوی تمام مناطق سر در بر میگیره. این ما بر سردردی های خوشه‌ای میگیم. و یک تعداد از سردردی هایی که از باعث اختلالات سیستم عصبی به وجود میاد، مثلا یک فرد است میگه ما اندک سر صدا کردم که دوست خود، که فامیل، یک غال مغال کردم، بعد از شدید دچار سردردی شد. بله. و یک تعداد سردردی هایی که از باعث اجسام الرژنزا یا اساسزا به وجود میاد، مثلا بعض از افراد است میگه مادر موتر شده بودم، یک دوست مامد پولیم شده بود، یک عطر زده بود که مرا کاملا سردرد ساخت. این جنبه اساسیتی داره و غیره سردردی ها نیم سری ها، درد های نیم سری مخصوصا که بل. نزد خانم ها به نظر بیشتر هست و اونا جزی از درد های ماهانه است که در مجموع بعد از سپری کردن سیکل ماهوار اونا از باعث کمخونی و کمبود آهن و کمبود بعض منرال ها به وجود میه. و یک تعداد از سردردی هایی که از باعث کاهش سوی اکسیژن در بدن پیدا میشه، مثلا یک فرد است میگه من تمرین بسیار ثقیل کردم سردرد شدم. و یا یک مقدار از سردردی هایی هستند که از باعث عدم تعادل بین تمپریچر یا حرارت بدن به وجود میاد. یک فرد است میگه من از شاور گرفتم برآمدم بیرون سردرد شدم. این مشکلات مجموع سردردی ها انواع زیاد داره و عواملش هم میشه بله. عواملش هم متعدد است که یک از عوامل از نگاه کلینیکی به دو دسته تقسیم میکنیم. عواملش هم
که یک عوامل انتانی و غیر انتانی است. عوامل انتانیش هر نوع پروسه انتانی که در بدن باوجود میاد که منشه ویروس مایکرورگانیزم میکروب هر نوع چیزی باشه. مثلا یک شخص یک فرنجایس یا گلودردی ساده داره اما او دچار سردردی، یک از اعراضش سردردی است. یا غیر از انفکشنش ما بگیم کسایی که باعث کمبود اکسیژن میشه، در ارتفاع بالا میشه پدرایی میکنه، اونجا اکسیژن وجود نداره، اکسیژن سوی اکسیژن بلانس خود اکسیژن بدن کم میشه، اونا دچار یک سردردی میشن. یا بود از افرادی که منشه مایکرورگانیزم ندارن، منشه قلبی دارن، مشکلات قلبی دارن، باعث سردردی ها نزدشون پیدا میشن. کدام امراض دکتر صاحب بیشتر عرضش یا عاملش دلیل که دیده میشه بر سردردی میتونه باشه؟ گاهی ما قلب ما درد میکنه یا شاید گاهی یک قسمت دیگه از بدن ما درد کنه، اما عرض یا نشانه یا علائم در سردردی دیده میشه و همگی احساس میکنه که سردرد است این شخص. در کدام امراض بیشتر هست؟ در قدم اول که به خود اختصاص میده امراض قلبی است متاسفانه که آمارش امروز به روز در وطن ما شما رو به افزایش است، بنابر رژیم غذای نادرست، محیط ناپاک و آلوده ما شما، این مشکلات قلبی روز به روز به افزایش است. و دوم سردردی هایی که از باعث امراض سیستم تنفسی به وجود میاد که اولین کاتگوری و به فیصد بسیار بالاش به خود سینوزیت اختصاص میده که سینوزیت است شاید 90% مردم افغانستان این مشکل تجربه کرده باشه که زیادتر کسا میره به طرف دکتر عقلی و عصبی، متخصص عقلی عصبی، میگه من مشکل عصبی دارم. بیشتر افراد میرن پیش دکتر صاحبای چشم، میگه چشمای ما ضعیف است یا مشکل چشم دارم. اینا متاسفانه که تشخیصش یک مقدار مشکل است، تشخیصش دشوار است و فیصدی بالا را همین سه مرض میتونه به خود اختصاص بده. در قدم اول امراض قلبی است، قدم دوم امراض تنفسی و سوم امراض کلیوی که هم یک بخشی از مشکلات خود سیستم یورینری یا سیستم بولی تناسلی است که سویه فلتریشن یا جی اف آر بدن یا گلومرال فلتریشن ریت یا امو سویه فلتریشن مایات بدن پایین میشه. وقتی پایین شد تعادل بین الکترولیت ها و منرال ها پیدا میشه، خصوصا سدیم و کلسیم. اینا وقتی که تعادلشون به هم خورد یا تعادلشون مناسب نبود سردردی نزد شخص پیدا میشه. و در کاتگوری چهارم که فیصدی بسیار بالایی را به خود اختصاص میده که تنها مختص نزد خانم ها دیده میشه، فیصد سردردی هایی که از باعث کمبود آهن و کمخونی های انیمیک به وجود میاد. بسیار خوب دکتر صاحب، کدام نوع سردردی اختلالات ایجاد میکنه نزد افراد و باعث تخریب بعضی از اعضای بدن آدم میشه؟ بله سوال بسیار خوب. یکی از سردردی هایی که سه نوع در مجموع سردردی هایی که باعث اختلالات میشه، قدم اول متاسفانه امراض نیورولوژیکال یا امراض عصبی به وجود میمونه یا یک سیکل معیوبیت بس خود بجا میمونه. یعنی واضح تر گفته شده یک وقتی که سردردی هایی که از باعث امراض عصبی به وجود میایه یک سیکل معیوبیت یا یک عوارض جانبی از خود بجا میمونه. که عوارض جانبیش چی است؟ فلج بعضی از دست یا پاها نهایات، بله زیادتر کسا نزد زیاد پیدا میشن فلج خود یک طرف صورت است که خود عصب وجه یا صورت اونا زیر فشار قرار میگیره و اینا نزدشون پیدا میشه. و این هم دو جنبه داره، یکی به شکل اندوکراین یا خود غدوات افراز داخلی یا هورمون های بدن تاثیر داره و دوم هم تروماتیک است یا صدمات. یک کس سر ضربه میخوره، در یک جای حادثه ترافیکی میکنه، از جای ارتفاع سقوط میکنه، این نزدشان پیدا میشه. و دوم اختلالاتش نزد کسایی هستن که از نگاه اجتماعی مشکلات نزدشان ایجاد میشه و اونا روابط اجتماعی خود بیشتر از دست میتن
و باز نگاه آنلاین ما شما میشه. بله گوشنشینی رو اختیار میکنه یک بس موضوع است. دومی که آمیانه بگویم اخلاق نسبتا ضعیفتر از خود به نمایش میمونه. بسیار خوب دکتر صاحب، بعضی ها سردردی ها را بسیار ساده میگیرن و بسیار آسان و راحت به خاطر از اینکه گاهی از سردردی نجات پیدا کنه، اولین دارویی که در خانه داره پاراستامول یا بروفین یا هزار مسکن دیگه ای که در خانهشان هست، اول میگیره از این مسکن ها استفاده میکنه و میگه که سردردی دردی نیست که ما حتما باید پیش دکتر مراجعه کنیم و بسیار یک موضوع ساده میگیره و گاهی حتی به خاطر سردردی از دواهای گیاهی استفاده میکنه، از بعض جوشانده ها استفاده میکنه. در این قسمت نظر شما چیست اگر صحبت کنید؟ بدبختانه طبابت افغانستان که ضربات را متحمل میشه یا به اندازه بگویم که ناکام هست، ای است که دکتر هم قسم خود جلوه نداده که اعتماد مریض خود به دست بیاره و مریض هم عمودم غیرت افغانی بند مونده، ما در دردای بسیار سبک و کمی پیش دکتر نمیرم. و بخش سوم ما چیزی که طبابت افغانستان از ضربه زده ادویه های خودسرانه است. هر کسی در فامیل یک دکتر داره، خودشون دکتر شده، بله. دکتر صاحب کلیه نه که مثلا درس طب خوانده باشن، اونا یک مقدار معلومات که حالا اینترنت بسیاری کسا دکترو اینترنتی است. اگر سردرد هم میشه دستی هم گوگل ها سرچ میکنه، اون گوگل هم فکر کن 90% چیزایش اشتباه است. از نگاه علمی سر طبابت افغانستان، سر مافیات افغانستان و سر فیزیک یک انسان افغانی تاثیرات نمیکنه. اونا طبابت ضربه میزنن، گرفتن پاراستامول بیش از حد، اونا دوزهای نهایی دارن، اووردوز میشه و توکسیک داره، توکسین داره. سر بسیاری از افراد که آل دچار لیور سیروز یا چربی جگر است، مشکلات معده است، مشکلات سیستم ایمنیش پایین است و مشکلات عصبی است، تخریشات عصبی دارن. ما شما افغانی در اندک گپ بسیار زود شارت میشه، مصابانی میشیم. اینا چی است؟ عوارض جانبی اما دواهای است که ما شما خود سرانه استفاده کردیم. تمام سردردی ها با پاراستامول جواب نمیده متاسفانه. شاید ما براتون گفته بتونم که کمتر از 40% سردردی ها با پاراستامول کاور میشه یا دردش محو میشه. 60% دیگهش هیچ پاراستامول سرش تاثیرات نداره و شاید دکتر صاحبا هم همقدر مراد بکنن و باز دکتر صاحبا هستن کمک نفس سرش زور است، از فیس خود نمیگذرن و بسیاری دکتر صاحبا هستن که واقعا خدمت به مردم میکنن و صادقانه به مردم خود میخواه خدمت کنن. ایره ما میخواهیم که نهادینه بسازیم و مروج بسازیم که هر چقدر درد کم هم اگر بود به مشوره دکتر دوا نخورن. بیدم شک. دکتر صاحب سلامت باشین، خیلی زیاد خوش آمدین، واقعا موضوعات خوبی را مطرح کردین و آگاهی خوبی دادین بر مردم. خیلی خوش آمدین. بله عزیزا، پس صحبت های دکتر صاحب را حتما به یاد داشته باشین. بدون مشوره دکتر صاحب هیچگاهی از دوا و دارو استفاده نکنید. وقفه بسیار کوتاه داریم.